سلام و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز جمعه 19 آوگوست را از استودیوی رادیو آزادی از پراگا من شهلا گلخواجه تقدیم میکنم. امروز در برنامه نزدیکان محبوسان توجیک از عفو عمومی انتظارات زیاد دارند. امید ندارم که پورا او را آزاد کنند. یکی خیلی در دلم امیدی هست که کمی باشد. مقصد که همونا کم کنند سالشان. سفارت امریکا با مرزبانان توجیکستان با مبلغ 12 میلیون دلار تکنیک و تجهیزات مخابراتی تقدیم نمود. در 10 سال اخیر همکاری ایالات متحده دولت توجیکستان را در سمت امنیت و بی‌خطری دستگیری عمیق می‌کند. روسیه از تبدیل نام کوچه‌های شهر دوشنبه ناراحت بوده است. یک ایده مورخان شناخته، نمایندگان سازمان‌های سابقه‌داران و حتی دانشجویان از حفظ نام این کوچه‌ها که به تاریخ مشترک ملت‌هایمان مربوط است حمایت کردند. و اکنون تفسیر خبرها. مسئولان سرایوسط اصلاح زندان‌های وزارت عدلیه توجیکستان آوازه‌های شکنجه شدن معاون رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی در بازداشتگاه را رد می‌کنند. روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها خبرهای به نشر رسید که محمد علی حیی در بازداشتگاه مورد شکنجه قرار گرفته و وضع سلامتیش بد شده است. همسر محمد علی حیی می‌گوید به خاطر دریافت اجازه ملاقات با شوهر به وزارت عدلیه کشور مراجعه خواهد کرد. دو پالاته پارلمانی توجیکستان 24 آوگوست در نشست یک جای خود طرح قانون عفو بررسی و قبول میکنند. طرح مذکور از جانب امام علی رحمان به مناسبت 25 سالگرد استقلال کشور تهیه شده است و انتظار میرود 12000 عفو شده از جمله 3000 زندانی از ادامه ادای جزا آزاد گردند. تهیه قانون عفو نزدیکان و وکیلان دفاع برخی از چهره ها را در کشور برای عفو آنها امیدوار کرده است. همکار ما سروناز روح‌الله با ولامت ابراهیم زاده، همسری رحمت الله رجب، عضوی زندانی حزب ممنوعی نهضت اسلامی که به 28 سال محبس محکوم شده است، صحبت کرد. خانم ولامت، سوال ما هم این است که قانون عفو که بخشیده به 25 سالگی استقلالیت در توجیکستان تصویب شد، چی امیدواری ها دارد در حکم شوهرتون؟ من از همین عفو امید دارم که خیلی یکون سال شوهری مرا سال شکم میکنم. برای 28 سال دادگیان خیلی من امید ندارم که پورا او را آزاد کنن. یکی خیلی در دلم امیدی هست که کمی باشد. مقصد که همونا کم کنن سال شن. در این مدتی که شوهرتون بازداشت و زندانی بودن شما با شوهرتون ملاقات ها داشتید؟ وقتی سیزای امنیت در بود 4 مراتبه دیدیم، بعد ایسو گذاروندن سیزای این بده یک بار دیدیم، این سه ماه باز که دیدار نیست. های امید داریم که دیدارم شود. شما که خودتان هم گفتید به واسطه برای شوهرتان خوراکه و لباسه میبرید، مثلا در همون زمان از شوهرتان یکان نامه میگیرید، در برای خودشان چیزی میگویند یا نه؟ اون وقتی پریدچه میبریم می نویسد که خیلی الحمدلله خوبم، تشکر گرفتم، خیلی هزار رحمت. یکان چی درخواست داشته باشم می نویسم، مثلا لباس، دارو، دیگه تمام هیچ، سلام، تمام. تشکر. همصحبت ما بودند خانم ولامت ابراهیم زاده، همسری رحمت الله رجب. روز پنجشنبه در پایتخت توجیکستان در یک مراسم با تنتنه سفارت امریکا با نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی توجیکستان 50 عدد افتماشین جیب و تکنیک و تجهیزات مخابراتی تقدیم نمود. این بخش کمک با 12 میلیون دلار برابر است. از سال 2006 به این طرف در دایره برنامه سنتکام اوید با مبارزه با مواد مخدر توجیکستان بیش از 151 میلیون دلار کمک ها دریافت کرده است. شادمانی تیم گزارش می‌دهد. سفارت امریکا به قشون‌های سرحدی تاجیکستان 50 عدد افتماشین جیب و تکنیک و تجهیزات مخابراتی تقدیم نمود. روز 18 آوگوست در مراسم تقدیم این تکنیک که با شرکت شیرعلی خیرالایف، یاردمچی رئیس جمهور سیمومن یتیمو، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و الیزابت میلر سفیر امریکا در تاجیکستان صورت گرفت، گفته شد که این بزرگترین تحفه امریکا در سالهای همکاری هر دو کشور ارزیابی می‌گردد. در 10 سال اخیر همکاری ایالات متحده دولت تاجیکستان را در سمت امنیت و بی‌خطری دستگیری عمیق می‌کند.
کمک ها از سوی برنامه مبارزه با مواد مخدر فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا ارائه شد و 12 میلیون دلار را تشکیل می دهد. تجهیزات کمیونیکاسیونی با ارزش 9 میلیارد دلار و افتماشین های جیب با ارزش 3 میلیون دلار ارائه شدند. من می توانم گویم که قسمی از مرزهای جهان و بین المللی مخصوصا مرزهای آسیای مرکزی را نظارت می کنیم. امنیت کشورهای آسیای مرکزی و دیگر کشورها و حتی کشورهای اتحاد اروپا از آن وابسته است. ما 24 ساعت به مرز تاجیکستان و افغانستان نظارت عمیق می کنیم. در حالی که قریب همه این قسمتی مرز یا 85% آن در محل دشوارگذر کوهی جایگیر است. تاجیکستان که با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد، از مشکل ترین مرزهای نظارت شونده در منطقه دانسته می شود. روند رویدادهای اخیر و انکشاف آن در منطقه های گوناگون جهان، از آن جمله در قلمرو آسیای مرکزی، از آن شهادت می دهد که تهدید و خطرهای نو از قبیل افراطگرایی دینی، تروریسم و دیگر جنایتکاری‌های متشکل ترانسمیلی، قاچاق مواد مخدر تا رفت وسعت می‌یابد. هر یک دولت نوبس از اقتدار خود تنها با این روند و خطرها مقابلت نشان داده نمی‌تواند. سفیر امریکا در این مراسم گفت که تقدیم این تجهیزات دلیل همکاری این کشور با تاجیکستان در امر مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر می باشد. خانم سفیر از مرزبانان تاجیک برای تلاشهایشان در مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر و اظهار آمادگی برای همکاری با ایالات متحده امریکا در این سمت اظهار سپاس نمود. از سال 2006 به این طرف در چهارچوبی برنامه سنتکام اید به مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان بیش از 150 میلیون دلار کمک ها دریافت کرده است. وزیر امور خارجه روسیه میگوید حمله های هوایی نیروهای کشورش در سوریه با استفاده از پایگاه های ایران مخالف قطعنامه سازمان ملل متحد نیست. طاهر سفر موضوع را ادامه می دهد. سرگی لاوروف روز 19 اوگوست ضمن یک نشست خبری در مسکو گفت استفاده از پایگاه همدان ایران برای مبارزه با تروریستان با درخواست حکومت سوریه صورت می‌گیرد. هیچ گونه دلیل آن که ما قطعنامه 3311 را پایمال کردیم وجود ندارد. بر اساس این قطعنامه فروشی بعضی از انواع سلاح از جمله هواپیماهای نظامی به ایران باید با شورای امنیت هماهنگ کرده شود. اما حالا مسئله تامین اسلحه و یا فروشی هواپیماهای جنگی به ایران نیست. ні поставки, ні продажі, ні передачі воєнних бойових самолітів Ірану. وزارت دفاع روسیه روز 19 اوگوست گفت که هواپیماهای جنگی استراتژی تو-22M3 و سو-24 با پرواز از پایگاه هوایی همدان به موضع های گروه دولت اسلامی در ولایت دیرالزوری سوریه ضربه زدند و 150 جنگجو را کشتند. با گفته وزارت هواپیماهای مذکور هم از ایران برخواستند و هم از روسیه و 6 پاسگاه آشوبگران و اسلحه و مهمات زیادی آنها را نابود کردند. با گفته وزارت همه هواپیماها به قرارگاه هایشان برگشتند. نیروهای روسیه بار اول روز سه‌شنبه با استفاده از پایگاه ایران در سوریه حمله های هوایی انجام دادند و دخالت نظامی مسکو در مناقشه 5 ساله سوریه عمیق‌تر شد و این کار آمریکا را به خشم آورد. واشنگتن عملکرد روسیه را مایه تأسف نامید و گفت تحقیق می‌کند که آیا رفتار روسیه مخالف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است یا نه. استفاده از پایگاه ایران در حال صورت می‌گیرد که جنگ در شهر حلب بین آشوبگران و نیروهای دولتی سوریه شدت می‌گیرد. با نیروهای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ارتش روسیه کمک می‌کند. عین زمان سازمان ملل خواستار سازش آتش‌بس فوری در شهر حلب شده است و تلاش دارد مذاکرات برای خاتمه دادن جنگ 5 ساله در سوریه از سر گرفته شود. در این جنگ که سال 2011 آغاز یافت تا کنون 250 هزار نفر کشته و 11 میلیون تن دیگر بی‌جا شده‌اند.
وزارت کارهای خارجه روسیه از تبدیل نام کوچه و خیابان‌های بوزمانده از شوروی سابق در پایتخت تاجیکستان نگرانی کرده است. ماریا زخار و نماینده رسمی وزارت در یک نشست خبری در مسکو گفته است این کوچه‌ها در گذشته نام قهرمان‌های جنگ بزرگ وطنی، عالمان و فرهنگیان شوروی را داشتند که حالا عوض شدند. با تاکید او این مسئله پوشش گسترده و واکنش‌های را در رسانه‌های محلی نیز داشته است. یک عده مورخان شناخته، نمایندگان سازمان‌های سابقه‌داران و حتی دانشجویان از حفظ نام این کوچه‌ها که به تاریخ مشترک ملت‌هایمان مربوط است حمایت کردند. اما مقامات تاجیک می‌گویند تبدیل نام‌های بوزمانده از شوروی معنای ملت‌گرایی را ندارد و در چارچوب قانون‌های کشور انجام می‌شود. تغییر نام کوچه و خیابان‌ها و شهر و نواحی و حتی ولایت در تاجیکستان از 15 سال پیش آغاز یافت. این روند در پایتخت کشور نیز ادامه دارد. کوچه واتوتین خیرالله عبدالویف، فورمانوف عبدالفتو اودینایف، بودیانی اکبر مخصومف، تومین سامو و شمید صفو نامگذاری شدند. در شهر کلوب جوانان هرچی بیشتر به هنر رو میارند که مردم به کار آنها همیشه احتیاج دارند. آهنگری که در چند سال پیش پیشه کلانسولان محسوب می شود، حالا توجه نسل جوان را به خود جلب کرده است. با گزارش همکارمان محمود جان رحمتزاده و کیومرث عطا توجه می کنیم. رسته پرسر و صدای آهنگری در نزد بازار کلوب به رسته کاسبان جوان تبدیل شده است. هرچند آهنگری را کسب مردمی کلانسال می شمارند، اما سالهای آخر جوانان در کلاب به این کار مشغولند. به اسباب و اشیایی که آنها می سازند در همه خانواده ها احتیاج وجود دارد. این کسب های پدر و مرگای بابا و مرگی نوی چیه ده؟ میراس های بینیم. پشتی بابا بیمان نیازبی میرزایی و ساکنی 80 ساله کلوب یکی از مشتریان دائمی آهنگران این رسته است و میگوید که از کار و مناسبت کاسبان اینجا بسیار راضی است. ساتیل میرم، قربای میرم، ساتیل میرم، کسول کرم، چیزی میرم، ساز میکنم، آدم میتم بیره رحمت. نمیگم مرا ده سومتی، پونزده سومتی، سه سومتی بتیم میگیره و پنج سومتی میگیره و ده سومتی بتیم میگه فرق ندارم، میگم مرا دوی مودر بسن. نیازبی میرزایی و ستیل و چاینیک های سراخ شدهش را می آرد تا آهنگران تعمیر کنند، زیرا ستیل های پلاستیکی چینی که خریده است دیر نپاییدند. کاسبان جوانی رسته آهنگران کلوب هم می گویند زود شکستن و غیر قابل استفاده شدن مال های چینی سبب شده است که احتیاج به محصول دستی آنها بیشتر شود. و اکنون خبرهای اولمپی. در بازی‌های اولمپی در شهر ریو دادگاه حکمی ورزشی قرغیزستان را از یگانه مدال دسته منتخب اولمپی محروم کرد. عزت اورتیقوف ورزشگر قرغیز جمعاً با برداشتن 339 کیلو کامیاب گردیده صاحب مدال برنجی شده بود. اما سنجش نشان داد که عزت اورتیقوف از دورهای نیرو افزا استفاده کرده است. همزمان قایقران مالدوانی هم به عقیده اداره مبارزه با استفاده دوپینگ از دواهای نیروبخش استفاده برده است و او هم از مدال المپی محروم شد. سرگی ترنوفچی در مسافه 1000 متر جای سیوم را اشغال نموده مدال برنجی به دست آورده بود. تخمین می رفت که ترنوفچی 19 ساله با برادرش الک در سبقت قایقران های دو کسه هم اشتراک کند، ولی اکنون از حق شرکت در این مسابقه محروم شد. حالا معلوم نیست که سرنوشت اورتیقوف چی می شود. صرف نظر از اون که او مدالش را گم کرده در وطن هنگام بازگشت ماشین و خانه تحفه گرفته بود. و اخبار بیشتر از این را در وبسایت ما در صفحه های آزادی در فیسبوک، تویتر و یوتیوب و همچنین زمیمه رادیو آزادی در تلفن های همراه پیدا کنید.